شاگردان عزیز، السلام علیکم. لکچر 55 است. من در لکچر 55 معادلات لوگاریتمی را سوالایش حل میکنم. قبل از اینکه این سوالا را حل کنم، دو دانه سوال خانگی در معادلات نمایی داده بودم که جوابش موجود است. سوال پنجم جوابش دوست و سوال ششم دو جواب داره، یکش یک است و دیگرشم منفی یک، و شما حل سوالتان رو چک کنید. در قسمت معادلات لوگاریتمی در یک قسمت سوالای متفاوته حل میکنم در چند سلاید. امیدوار هستم که اینمی سوالایی را که من حل میکنم هر گونه سوال معادلات لوگاریتمی را تحت پوشش قرار بده و هر گونه سوال معادلات لوگاریتمی را شما حل کرده بتونید. قبل از اینکه من سوال اول مطرح کنم، اگر شما داشته باشین ای و توان x مساوی با ای و توان b و زمانی که قاعده ها مساوی باشد توان ها را مساوی قرار بدیم، به اساس چی ای به وجود میاد؟ به اساس لوگاریتم. اگر من دو طرف لوگاریتم بگیرم، لوگاریتم ای و توان x مساوی با لوگاریتم ای به توان بی، به قاعده ای، البته به قاعده ای بگیرم، به یک قاعده، در اون صورت ای توان به ضریب میه، ایکس ضربه لوگاریتم ای به قاعده ای مساوی به بی ضربه لوگاریتم ای به قاعده ای، اینا یک هستن، از اینجا حاصل میشه که ایکس مساوی به بی. پس ما نتیجه میگیریم که زمانی که قاعده ها مساوی باشه در اون صورت تاوان ها را مساوی قرار بدیم. اما شرط این است که ای باید مثبت باشد و ای باید یک نباشد. قاعده مثبت باشد و یک نباشد. به اساس زینمی فرمول همه سوال های معادلات الجبری را ما میتونیم که حل کنیم. بیم که سوال اول مطرح کنیم. آسان ترین سوال یک، مثلا نوشته میکنم که لوگاریتم x به قاعده 2 مساوی به 3. این دو طریق حل میشه. یکی تعریف لوگاریتم. در تعریف لوگاریتم اینه، ببینید در تعریف لوگاریتم گفته میشه که یعنی x مساوی قاعده به توان 3 راسن، که ما شما تعریف کرده بودیم که اگر چین لوگاریتم داشته باشیم x ما مساوی میشه قاعده به توان 3 و جواب معلوم است که x ما مساوی میشه به چند؟ 8. معادله لوگاریتم نیست. طریقه دوم که اگر من نوشته کنم لوگاریتم x به قاعده 2 مساوی به 3، من میتونم که نوشته کنم که لوگاریتم x به قاعده 2 مساوی به 3 خودش ضرب یک لوگاریتم قاعده 2 را علاوه میکنم که این قاعده را داشته باشه. در پولیسی که یک شوه یک ضرب 3، پس خود 3 را بده. پس از یه لوگاریتم x با قاعده 2 مساوی میشه 3 و توان میره، لوگاریتم 2 و طاقت 3 و قاعده 2، لوگاریتم x با قاعده 2 مساوی و لوگاریتم 8 با قاعده 2، پس x مساوی به چی است؟ از اینجا x مساوی به 8 است. ما میتونیم که قرار بدیم که x مساوی به 8 وقتی که لوگاریتم ما قاعده زیام 2 قاعده زیام 2 معنایش است که از دو طرف مساوات ما به قاعده 2 لوگاریتم میگیریم، همین معنا را میده. به این اساس جواب به دو طریق پیدا کرده میکنیم. سوال دوم، به سوال دوم لوگاریتم x به قاعده 3 مساوی منفی
یک بر دو. باز هم اکس مساوی با سی و توان منفی یک بر دو. نظر به تعریف دوباره دم پس اینه حل کرده میتونیم این مساوی بچه بشه توان منفی است به مخرج میاریمش مثبت یک بر دو. توان کسری است به جذر میاریمش یک بر جذر دوم سه. بالاخره اکس ما مساوی میشد یک بر جذر سه. سوال حل میشه. خب یک طریق حال کافی است. شما طریق چه فهمیدین اتمی نیست که من سوال رو به دو طریق حل کنم. آسان ترین را کلام است. به کلام خوب یاد دارین گونه اون طریق سوال حل کنم. سوال دوم سوم لوگاریتم سه و قاعده اکس مساوی با دو. اگر شما بخواین که جای اکس و سه را تغییر بتین باید این رو با مخرجش بیارین. یکی از فرمولای لوگاریتم بود که اگر با مخرج انتقال بتیم میتونیم بگیم که لوگاریتم اکس با قاعده سه مساوی با دو. به این شکل این رو به این شکل جای اکس و سه را میتونیم تغییر بتیم. خوی خو کس رسته که تبیز کلمه طرفین و بستین یاد داریم. مثل دیگه دو ضرب لوگاریتم دو لوگاریتم اکس با قاعده سه مساوی یک ضرب یک یک تقسیم دو تقسیم دو دو طرف. وقتی که تقسیم دو کنیم لوگاریتم اکس با قاعده سه مساوی به یک بر دو. دو طرف تقسیم دو تقسیم دو. این اینجا مثل سوال اول مثل سوال دوم میتونیم بگیم که اکس مساوی سه و توان یک بر دو و میتونیم بگیم که اکس مساوی به جذر سه. به این شکل پیداش کنیم حلش کنیم. و بالاخره میم سوالای زیادتر و زیادتر حل میکنیم استانداردتر و بالاخره ببینیم که سوالایی که کمی طولانی است چگونه هستن. مثلا سوال چهارم لوگاریتم اکس با قاعده دو مساوی با یک بر دو لوگاریتم نو با قاعده دو لوگاریتم نو با قاعده دو منفی لوگاریتم دا با قاعده دو مثبت سه لوگاریتم مثبت سه لوگاریتم پنج به قاعده دو منفی دوی بر پنج لوگاریتم بیست و هفت به قاعده دو. این سوال حل میکنم. تمام از این میره ما باید یک لوگاریتم به قاعده دو تبدیل کنیم که تا لوگاریتم را حذف کنیم اکس مساوی به کدام عدد جوابش بره. به این خاطر اول ضریبا را از بین میبرم. لوگاریتم اکس به قاعده دو یک بر دو الفاظ به تاوان میبرمش. از ضریب مساوی میشه لوگاریتم یک بر دو رو به تاوان نشته میکنم. یعنی نو به تاوان یک بر دو به قاعده دو منفی لوگاریتم ده و قاعده دو در جایش مثبت یک است. این سه رو به تاوان میبرم. لوگاریتم پنج به قاعده به تاوان سه به قاعده دو. فرمول های لوگاریتم پلش به یادتان است از امون خاصیت ها. منفی دوی بر پنج به تاوان میبرم. لوگاریتم بیست و هفت به تاوان دوی بر پنج به قاعده دو. به این شکل بعد لوگاریتم اکس به قاعده دو مساوی نگاه کنید این جذر نو است. یعنی که جذر نو جذر نو سی است به قاعده دو. این شکل داره لوگو تاون کسی جذر نو جذر نو سی است. راست نشتیش میکنم سی منفی ای در جایش جمع لوگاریتم پنج به تاون سی کلتان میفهمین پنج ضرب پنج ضرب پنج 125
منفی لوگاریتم قاعده رینا دو است فراموش نکنین. ایره میتونیم نوشته کنیم به صرف هم میخواییم اینی سه است، ای سه هست، ای سه هست، اینی هم سه است، ای سه است، دوی بر سه است. 27 میتونیم نوشته کنیم سه و تاوان سه، کل و تاوان دوی بر سه، که وقتی تاوان را ضرب کنیم سه و سه خلاص میشه. لوگاریتم ایکس با قاعده دو، یعنی به این معنی که تاوان را که ضرب کنیم، وقتی که ضرب کنیم سه ضرب دی سه و سه خلاص میشه، سه مربع میمونه. یعنی اگر من نوشتش کنم نو ساده تر میشه. در اینجا نگاه کنیم، ای هم جمع مثبت، نه؟ این هم جمع مثبت. لوگاریتم این یک جمع لوگاریتم این دو، آیا این یک ضرب این دو نمیشه؟ میشه. یعنی به این معنی که مساوی میشود به لوگاریتم 3 ضرب 125. خب این منفی منفی، نگاه کنید منفی، این دو تا لوگاریتم اگر من منفی رو مشترک بگیرم، منفی رو که مشترک لوگاریتم ده به قاعده دو، جمع لوگاریتم 9 به قاعده دو، حالا یا یونا هم از ضرب نمین، لوگاریتم 10 ضرب 9 نمیشه قاعدهش دو، وقتی که منفی رو در هر دوی مشترک بگیرم به این حالت. من رو بفهم که چه خفامیدین باز تکرار ببین، یعنی ایتو نشته میکنم لوگاریتم ده و قاعده دو جمع لوگاریتم نو و قاعده دو، یعنی منفیش مشترک گرفتم دین دوتا، پس این به حالت جمع آمد، یعنی لوگاریتم اکس و قاعده دو مساوی میشود این لوگاریتم ده ضرب نو، چون منفیش به تقسیم میاید لوگاریتم خط بر 3 ضرب 125 مثبت به صورت منفی به مخرج این یک بر این دو، این میشه چی میشه؟ 10 ضرب 9. این یادت افتاد. این حال ما میتونیم که لوگاریتم رو حذف کنیم، از بین ببریم، نوشته نکنیم، راست هم نوشته کنیم که از اینجا که x مساوی به چند؟ 3 ضرب 125 و 10 ضرب 9، ده ضرب چند؟ ده ضرب نو، ده ضرب نو. خب این خو اختصار میشه، دو پنج ده، دو پنج ده، پنج پنج بیست و پنج، یک سه سه، سه سه نو، مساوی چقدر؟ بیست و پنج ضرب یک بیست و پنج بر دو سه شش. پس حل سوال x مساوی به بیست و پنج بر چند؟ بر شش. ای حل سوال است. شما اگر نگاه کنین هدف کلی ای است که تمام ازیار را به یک لوگاریتم قاعده دو تبدیل کردم، قاعده دو، قاعده دو، قاعده دو، قاعده دو، که این قاعده دو ها باز هست شما ایکس مساوی به یه عدد شما، مثل دی که از دو طرف ازی ما لوگاریتم به قاعده دو گرفته باشیم. و این شکل سوال تمرین میکنیم تا که خب برای حلش آماده شوید. سوال چهارم، یک سوال دیگرم حل میکنم بعد از اون کلپ یا ویدیو را بسته میکنم. سوال دوم، سوال چندم و ششم، لوگاریتم x با قاعده 3 مساوی با 1 بر 4 لوگاریتم قاعده 3، البته لوگاریتم 16، منفی 2 لوگاریتم 6 با قاعده 3 مثبت 3. تمام ازیاره بل یک لوگاریتم قاعده 3 تبدیل میکنم، بالا رو با لوگاریتم قاعده 3 رو حذف میکنم، ایکس مساوی به چی جوابش میبره؟ ضریب یک ذرایه و این ضریب از بین میبرم، این ضریب از بین میبرم، به تاوان میبرم و این 3 رو هم به لوگاریتم قاعده 3 تبدیل میکنم که تا لوگاریتم رو از فرمولش جمع کرده بتانم.
یعنی به این مناقع این رو به تاوان بردم، دو رو به تاوان میبرم، شش به تاوان دو، این رو به لوگاریتم تبدیل میکنم، لوگاریتم قاعده سه، سه خودش سه به قاعده سه که یک شود، این قاعده رو داشته باشم. این دفعه این هم به تاوان میبرم، این رو میفهمین که دو میشه جذر چهارم شانزده، یعنی میتونم که دو به تاوان چهار شانزده رو نشته کنم، کل به تاوان یک بر چهار یا جذر شی رقم. یا مثلا ایتو بگویم جذر چهارم این رقمی که چهار به چهار خلاص شوه دو شوه، یعنی باز تکرار، یعنی میتونم که این تجزیه کنم، دو به تاوان چهار شانزده میشه، کل به تاوان یک بر چهار که با تاوان رو ضرب کنم دو میشه، منفی لوگاریتم 36 به قاعده 3، 3 را از این پس میکنم 27 به قاعده 3، یعنی اینی 3 به تاوان 3 میشه 3 و 27، این 4 به این 4 خلاص، 2 به قاعده 3 اینی و اینی مثبت از ضرب میشه، ای که منفی 36 در مخرج میه 2 ضرب 27 میشه، یعنی ای قسم لوگاریتم ایکس به قاعده 3 مساوی یک لوگاریتم قاعده 3 خط بر مثبت ها ای هم مثبت یا مثبت 2 ضرب 27 ای رقم و مخرج 36 در مخرج چرا منفی است؟ آل این لوگاریتم حسم میکنم اکس مساوی میشه 2 ضرب 27 بر 36 1 2 2 چند میشه؟ 1 2 2 8 2 16 27 بر 18 درست؟ چند؟ 6 3 18 ایسی 9 3 27 پس چه شد؟ مساوی 9 بر 6 3 2 3 6 2 3 6 3 3 9 اکس مساوی شد، اکس مساوی شد 3 بر 2، سوال حلش پیدا شد. لطفا شاگردای عزیز که ما 56 شه ادامه میتونم سوال مغلق تر و پیچیده تر کار میکنم، لطفا یک یک تا اینا رو به کتابچه بنویسین و اینا رو تمرین بکنین. خواهش میکنم که اینا رو هر سوال ما رو تمرین بکنین و بعد از اینکه یاد گرفتین بین به ویدیو چندم یا لکچر 56